سلام بچه ها خیلی خوش اومدید به ویدیوی دیگه امروز تو این ویدیو میخوام یکی از مهمترین خبرهایی که برای سیزن آف دیسکاوری اومده رو بهتون بگم خبری که خیلی میتونه براتون گلد ساز باشه و مطمئنم خیلی این خبر مهمه یعنی مهمترین خبری که تا الان در مورد سیزن آف دیسکاوری اومده چه خبریه بچه ها؟ یه وندوری هست وندوری به نام گریز بی. که این وندور لوکیشنش دقیقا کجاست الان با هم می‌بینیم این گوبلین است که با هم تو تصویر داریم میبینیم این گوبلینه لوکیشنش حالا کجاست بچه ها کنید بغل مپ دوراتان این پایین توی این کمپ این کمپی که هم النسا توش میتونن برن هم هورد ها اگه اشتباه نکنم حالا چی هم داره با کشتی هم میشه رفت اونجا خب و توی این کمپ بچا توی این کیپرش توی خونه که حالا جایی که این کیپر هست این وندور وجود داره وندوری به نام گریزبی حالا این وندوری چیه دقیقاً بچا یه وندوریه که یک سری از رونهای مهم بازی رو میفروشه برای مثال بچه اینجا لیستی از رونهای مهم بازی اینجا هست حالا من نمیخوام دقیق بخونم همه رونها چه رونهای لینک این قسمت از حالا وفه تو دیسکریپشن هست اگه خودتون دوست داشتید میتونید بیایید ببینید رون ها هر کدوم به قیمت 5 گلد داره فروخته میشه تو این وندور و مهمترین رون های هر کلاس هم اینجاست یعنی مهمترین رون وریور اینجاست مهمترین رون مثلا میج که توی مثلا دیگه لول 25 توی مکس استفاده میشه اینجاست خب پس این وندور خیلی مهمه واسه همه را باید بیان از این وندور مهمترین رون کلاس خودشون همه بخرن که قیمت خیلی بالایی هم داره در حال حاضر 5 گلد خیلی زیاده یعنی همین الان که قیمت گلدم ریزش داشته 5 گلد حدود مثلا 250 تا 300 هزار تومنه خب و حالا داستانی که داره چیه چه ربطی اصلا به گلد میکینگ داره این وندور بچا این وندور اول که اصلا وقتی میرید پیشش باهاتون صحبت نمیکنه میگه شما تو فور ف... میگه شما تو پور فور, فور هیم نگاه کنید یعنی چی میگه شما خیلی فقیری من اصلا با آدمای فقیر صحبت نمیکنم اگه گلد تو بگت داشته باشی یا نه هم چقدر فکر کنم از 5 تا بیشتر یا از 10 تا دونه گلد تو بگت بیشتر داشته باشی تازه این وندور باهات شروع میکنه صحبت کردن بعد از اینکه یه خورده صحبت میکنه سه تا دونه کوست بت میده خب شما اولین سه تا دونه کوست رو باید کامپلیت کنید تا وندور براتون باز رو بتونید ازش رون های مهمتون رو بخرید پس خیلی ها میان سه تا کوست رو کامپلیت کن. حالا میگه خب سه تا دونه کوست دیگه م... کجاش مهمه اینجاش مهمه که بچا کوست ها اینجوری کامپلیت میشه که ازتون یه سری متریال میخواد مثلا میگه فلان متریال واسه من بیار کوست کامپلیت شه فلان بیار واسه کوست کامپلیت شه هایی که حالا این وندور ازتون میگیره که کوستش کمپلیت شه و رون رو بهتون بده یک بچا فیش اویل که معلوم موسم روشه دو دارک آیرن اوردیننس این کلام موسم روشه و شردد تروپ چارجر این سه تا آیتم دوستان گرامی من چون برای این حالا وندور استفاده میشن و برای این کوست استفاده میشن همه میرن از فرکشنوس این آیتم ها رو میخرن که سریعتر این وندور رو واسه خودشون باز کنن که سریعتر هیروشون رو فول کنن خب حالا ما میایم اینجا توی وندور من این آیتم ها رو سرچ میکنم نما کنید برای مثال آیتم شرد تورب چارجر توربو چارجر نزدیک 5 گلده یعنی 250 هزار تومان ش... اه... یا 300 هزار تومنه خب یعنی یه دونه ساعتی یه دونه هم از این بتونید فارم کنید ساعتی 300 هزار تومن فارم کردید آیتم فیش اویل همونطور که میید قیمت 60 سیلور یعنی هر یه دونش حدوداً 30 هزار تومنه خب یعنی شما دواز مثلا فکر کنم فارمش چجوری میشه که در ساعت 10 تا دونه بتونید ازش فارم کنید اگه واقعا 10 تا دونه در ساعت بتونید از این فارم کنید بازم سخاتی 300 هزار تومن میشه که رقم خیلی زیادیه و آخرین آیتم آیتم دارک آیرن اوردیننس که میتونه قیمتش نزدیک سه گلده یعنی شما در حالا برید این فارم رو انجام بدید و تو یک ساعت دو تا از این آیتم هم براتون فارم کنه بازم نزدیک ساعت 300 400 هزار تومان میشه پس این فارما در حال حاضر آقا رقم خیلی زیادی ازشون به دست میاد گل زیاد میشه ازشون به دست بود قانون نکته ای که داره اینه که خب آقا بریم پس الان بهترین موقعیت واسه فارم این سه تا که بهتون معرفی کردم حالا آقا این آیتم رو ما از کجا میتونیم فارم کنیم بچه من خیلی تحقیق کردم واقعا مشخص نیست که چجوری میشه این آیتم ها رو به مقدار خیلی زیادی فارم کرد خب یکیش در مورد فیش اویل بچا که این فیش اویلا معمولا از ناگاه یا از مورلاک هایی که نزدیک دریا هستن دراب میشه خب و من بازم نتونستم یه اسپات فارم رو درست حسابی پیدا کنم که مثلا این فیش اویل ها رو بخوایم توش فارم کنیم چون تا خبر اومده دارم ویدیو خبر رو میذارم اگه کسی هست که میدونه این فیش اویل رو چجوری میشه مقدار زیاد فارم کرد حتما تو کامنت ها بهمون بگه منم حتما خودم میرم سراغش ها سر کنم در آینده ویدیوهای تکمیلی تر بذارم بهتون بگم چجوری این فیش اویل رو فارم کنید ولی اگه خودتون بلد چجوری فیش اویل فارم کنید الان وقت فارم فیش اویل بعد از اون میریم سراغ آیتم شردد توربو چارجر آقا این شردد توربو خود فارمش سخته شما باید چیکار کنید بعد انجینیرینگ داشته باشید با انجینیرینگتون وقتی که بعد از اینکه انجینینگ گرفتید بعد برید تو دانجن دد ماین و از تو دانجن دد یه آیتمی یا یه حالا حالا یک ریسیپی به نام شردت اتو اسلیو یونیت رو بگیرید یعنی انجینیرینگ میگیرید انجینرینگتون رو باید لول اپ کنید لول 130 کنید وقتی که انجینرینگتون لول 130 شد 130 شد برید دانجن دد ماین تو دانجن دد ماین آیتمی که موسمروش رو بگیرید و بعدش تازه میتونید برید اون حالا یونیت هایی که توی مپ هستن و اسم شردر دارن رو بکشید و با این حالا آیتم جدیدی که واسه انجینیرینگتون گرفتید از توشون شردر توربو چارجر بکشید بیرون پس این شردر توربو چارجر فارمش خیلی سخته خب قیمتش هم از بیشتره پس بچه‌ای که انجینیرینگ دارن برن سراغ این و در آخر میمونه بچه دارک آیرن اوردیننس خوب این دارک آیرن اوردیننس و بچه و من هر چقدر گشتم ریسورس و درستسایی براش پیدا نکردم طبق چیزهایی که من تو اینترنت متوجه شدم این آیتم که نزدیک, نزدیک سه گولدم قیمتش هست یک بچه از این پایین دراب میشه از این پایین تو مپ مپی که آیرون فورچ هست این پایین یه ساختمون این پایین این تو اینجا پر دارک آیرن خب که از اونا باید دراپ شه من فهمیدم یه, یه رو 20 دقیقه دارک آیرن رو کشتم برام دراپ نکرد یا احتمال یا چانس دراپش خیلی پایینه یا از اینجا دراپ نمیشه من بعد دوباره برم تست کنم یه جای دیگه هم که دیدم خیلی ملت میگن دراپ میشه تو وتلند بچا بالای وتلند توی دون مدور این قسمت از وتلند میگن دراپ میشه اینجا هم پر دارک آیرن که اون دارک آیرن رو بکشید از اون آیتم ها براتون دراپ و این اطلاعات اولیه که من در مورد این فارم به دست آوردم همونطور که گفتم اطلاعات کافی ندارم که چجوری میشه حالا به صورت زیاد و به صورت تأثیر گذار این فارم ها رو انجام داد اگر کسی چیزی در مورد این ستا آیتم و فارمش میدونه حتما تو بخش کامنت ها واسه ما بنویسه که ما اطلاعاتمون بیشتر شه و هر کسی که بتونه در حال حاضر این ست آیتمی که بهتون گفتم و فارم کنه مطمئن باشید که خیلی میتونه پول به دست بیاره بچه سیزن آف دیسکاوری موقعیت خوبیه به نظر من واسه کسانی که زرنگن واسه کسایی که میتونن سری برن گیلیم خودشون عذاب بکشن بیرون و همون روزهای اول بچههایی که حتی فقط اسکینینگ خالی داشتن میتونستم مثلا تو همین دو سه روز من خیلی دور که بالای 5 6 میلیون تومان درآوردن تو دو سه روز خب خود من که هاجی خود من که اصلا شاید روزی چهار ساعت دارم بازی میکنم نزدیک یه میلیون تومن گلد فروختم دیگه حالا بچههایی که قفلی زدن خودتون در نظر بگیرید دیگه و الان که قیمت گلد اومده پایین به جاش خب های جدید اومده و آیت و هست لیول ها رفته بالا اگر هیروتون لول 25 هست و هر کدوم از این تا آیتمی که من بهتون گفتم رو میدونید چجوری برید فارم کنید حتما برید سراغ فارمش حالا خود منم هم همونطور که گفتم بیشتر دنبالش میگم که ببینم که چه اتفاقی میفته تو این ویدیو خیلی سریع خواستم خبر جدید رو بهتون بگم یک بچه‌ای که خب اون وندور رو باز نکردن برن واسه خودشون وندور رو باز کنن و رونهای خفنشون رو بگیرن و بچه‌ای که دنبال فارم هستن برن دنبال فارم سه هر کی هم در مورد فارم سه اطلاعاتی داره همین پوینت تو بخش کامنتو بنویسه کامنت بهتر رو پین می‌کنم ماچ بکله همتون